چارش و هم مسائل داخلی، فساد و دزدی و خرسالی، فقط یک چاره داره: حاکمیت قانون. کشورهایی که موفق هستن در داخل و در روابط خارجی حاکمیت قانون دارن. رفسنجانی خودش هم از من همین سوال کرد: آقا چه قانونی؟ گفتم شما دیگه نگید که چه قانونی. اونایی که حاکمیت قانون رو ایجاد کردن، رفتن قانون اختراع کردن، سفارش دادن به کارخانه قانون سازی یا نه همین قانونی که دارید رو حاکم بکنید. وقتی حاکم بشه، بعد خود قانون وقتی به مشکل برخورد میکنه، خودش اصلاح میکنه. من چیزی پنهان ندارم. من تا در خاطرات، کتاب خاطرات خودم، عکسی که با محمد رضا شاه دارم و افتخارم بهش میکنم اونجا گذاشته. شما دفاع میکردید از سیاست شاه در مورد ظفار و من از حقیقت در مقابل دروغ دفاع کردم. بله. گفت آقا ایران اونجا چه کار میکنه، تجاوز میکنه؟ گفتم نه آقا، ایران تنها کشوری است که قانوناً از طرف دولت قانونی سوریه دعوت شده است که اونجا نقش داشته باشد. دقیقاً همون وضعی که ایران در عمان داشت. سلطان قابوس دعوت کرده بود. سلطان قابوس از شاه دعوت کرده. در واقع تاج و تختش رو سلطان قابوس مدیون شاه ایرانه، نه؟ و اون همیشه سعی میکنه اینو به زبان بیاره، به نمایش در بیاره، ولی ایرانی ها متوجه نیستن. بله. تنها کشوری است که قانوناً در سوریه داره نقش رو ایفا میکنه. بله. دعوت شده ازش در. حالا نظام جمهوری اسلامی هست. من که نمیتونم عوضش بکنم، من که نمیتونم آرزو بکنم که انشالله نیست. هست. ما کارمون، کارشناس‌های علمی دانشگاهی، کارمون بررسی اون چیزهایی که وجود داره هست، نه این چیزهایی که دلمون میخواد وجود داشته باشه. فکر میکنید که مغایر با منافع ملی ایران اون اتفاقاتی که الان داره در سوریه میگذره و حضور نیروهای پاسداران بستگی به این دارد که شما منافع ملی رو چجور تعریف میکنید؟ یه آقای دیگه در همون بی بی سی با من ملاحظه میکرد، میگفت منافع ملی ایران یعنی اینکه خامنه ای آدم بدی، آدم خود چه ربطی به منافع ملی؟ فرد که منافع ملی نیست، یک کشور است. منافع ملی تعریف خاصی دارد. از آقای خامنه ای فراتون میخونم، میگه که اگر جلوی بدخواهان و فتنه‌گران در سوریه گرفته نمیشد، باید در تهران و فارس و خراسان و اصفهان جلوی آنها را 100% راسته. فکر نمی کنید، دکتر مشتری زاده این برای اینه که به مردم ایران بگن اگر جمهوری اسلامی این واقعیت ایران یک سوریه دیگه میشه؟ واقعیته. اگر ایران و خوشبختانه پشپندش امریکا و اروپا و دیگران علیه داعش بلند نمی شدن، داعش هدف نهاییش نابود کردن ایران. بعضی معتقدن که داعش از ایران یک جورایی خط می گرفته. بعضی ها معتقد هستن. کلمه خودتون استفاده میکنم. این بعضی ها معتقد به درد عمه من میخوره، چون من چون عمه ندارم. فقط ایران نیست، خاورمیانه این شکلی است. شما با یک کسی یا یک سیاستی یا یک دولتی بد هستید یا خوب هستید. اگه خوب هستی که اون دولت بهترین دولت دنیاست، اگر بد هستی که از اون جهنمی تر پیدا نمیشه. کار ما در تفکر هم افراط تفریطه. ما چون تحصیلات لازم رو نداریم در رشته هایی که بحث میکنیم، لاجرم تخیلات خودمون رو به کار میبریم، آرزوهای خودمون رو پیگیری میکنیم، نه حقایق موجود روی زمین. فکر نمیکنید تا حدودی هم برای این باشه که مردم رو بترسونن که اگر ما بریم ایران مثل سوریه خواهد شد؟ نه، ببینید، به نظر شما ایران مثل سوریه میشه اگر سقوط کنه؟ ایران اگر سوریه بشود، جمهوری اسلامی سقوط بکنه، یعنی چی؟ یعنی اگر این رژیم، یعنی ما باز هم فکر میکنیم که این کشور دوباره بدون برنامه همه چی رو به هم بزنه؟ یک بار این فاجعه رو ما دیدیم. آقایان روشنفکران ایرانی که اغلبشون باید بگم مصدقی و توده‌ای بودن، آمدن بدون کوچکترین برنامه این مملکت ما رو زیر رو کردن. یعنی ملت ایران اونقدر احمقه که دوباره هم چه کاری بکنه؟ نه، من گمان میکنم درس عبرت گرفته شد. پس یعنی این نظام به نظر شما باید باقی بمونه به همین شکل که هست؟ من نمیخوام که باقی بموند. آلترناتیو قابل قبول. این اسمای جاری را شما دارید سعی میکنید یه جوری با کلمات بازی کنید. نه، من بازی نمیکنم. میخوام که کلمات مستهجن معمول رو استفاده کنم. آلترناتیو مستهجن نیست. مستهجن استفاده شده به صورت مستهجن مطرح شده. آها، جمهوری اسلامی آلترناتیو نداره، فقط یک آلترناتیو. کدوم آلترناتیو؟ بدیلش چیه؟ بدیل جمهوری اسلامی؟ بدیله. شما میخوای کلمه دیگه استفاده بکنه. بنده اینو میگم، ببینید، من تصمیم نمیگیرم، شما هم تصمیم نمیگیرید، ملت ایران تصمیم میگیرد. این ملت ایران رو اگر شما اطلاعات غلط بهش بدید، تصمیم غلط میگیره. بله. اگر اطلاعات درست بهش بدید، تصمیم درست میگیره. اون چیزی که در 57 اتفاق افتاد، اطلاعات سراسر غلط بود که به این ملت داده شد. بله. و این ملت فریب خورد و این ملت پدر خودش در آورد. من نمیگم رژیم سابق یا رژیم لاحق
عوض بشن یا نشن به من ربطی نداره. من میگم که اگر ما میریم به طرف چنین ریسک بزرگی درباره زندگی یک ملت یک کشور، باید این ریسک حساب شده باشه، برنامه ریزی شده باشه، نه بر اساس هوا و هوس و عقده و کینه و انتقام جویی قاجاری و نمیدونم از این مزخرفات. الان فکر میکنید اون برنامه ریزی انجام نشده هنوز؟ شروع شده؟ من نشده. چیزی نمیبینم. من چیزی نمیبینم که ترامپ زیر جولکی داره یه کارهایی انجام میده، پولهایی دارن خرج میکنن. جورج دبلیو بوش خیلی بیشتر از اینها کار کرده. آیا فکر میکنید یک برنامه‌ای در حال شکل گیری هست به صورت حالتی خزنده، حالت خزنده باشه؟ آقا جان آخه این چه جور صحبتی است؟ ببخشید شما میدونم خیلی ها این صحبت میکنم. همیشه امریکا و بقیه دولت های دنیا همیشه در حال برنامه ریزی است علیه همه، ولی این ماری که را میندازید این رو چه جور هدایت بکنید به نتیجه برسانید؟ حرف این این است که ممکنه کودتا بشه، قاسم سلیمانی بیاد رو کارها. اینا حرفای پای منقل است. نه، اون فکری که فکر میکنه که قاسم سلیمانی بیاد حسن روحانی رو کودتا بکنه، اون فکر علیله. کی میخواد این طرز فکر از کله ایرانی بیاد بیرون که آقا اول از همه وطنته، چون وطنتو ناموس توست. همه در انقلاب قبلی چیکار کردیم؟ ما انقلاب قبلی هی رفتیم دنبال امریکا یا دنبال انگلیس ها، تمنا کردیم آقا بیایید کمک بکنید. آمدن بعضی هاشون، حتی گستریشون رمزی کلارک آمد تهران و در تظاهرات مرگ بر شاه شرکت کردن در تهران، دست به دست سنجابی و بازرگان گفتن مرگ بر شاه. به رمزی کلارک چه مربوطه که شاه مرگ باشد یا نباد باشد؟ این خیانت ایرانیست. خب اونا آوردن نخه آقایون مصدقی یا روشنفکران مصدقی و تودهی آوردن در اون اوائل انقلاب با هم دیگه. آقای خمینی و آقای جمهوری اسلامی آخر قضیه پیدا شدشون. اونم خود مصدقی ها رفتن نوفلا شاتو پابوسیدن آوردن. بگذارید مسائل و واقعیت ها رو اونطور که هستن نگاه بکنیم، نه بر اساس تخیلات و تصورات. دخالت خارجی در امور، خدا نکنه در امور داخلی کشوری پاش باز بشه. بله، ما جلوی چشم خودمون عراق رو داریم، سوریه رو داریم، افغانستان رو داریم و ببینید که خارجی چه کردن با این ملت. این بحث ها مربوط میشه به وطن پرستی من. بله، نه دفاع از این سیاستمدار یا اون سیاستمدار. وقتی به کشور من حمله بشود، به مادر و خواهر من حمله شده. دکتر مشتزدی، من چه جور آدم بی شرفی باید باشم که طرف حمله کننده رو بگیرم؟ امیدوارم که یاد بگیریم که بریم دنبال واقعیت ها و دنبال خواب خیال نریم که ترامپ عصبانی شد و فردا میزنه پدر جمهوری اسلامی در میاره. اونایی که این حرفا رو میزنن فکر میکنم وقتی ترامپ بخواد بزنه فقط جمهوری اسلامی، فقط اون 7-8 نفر رو میزنه، بچه‌م اونا رو ور می‌داره، این حضرات رو می‌ذاره جاشون. اینو بهش میگن خواب خیال‌های پایمنقل. همچی چیزی نیست. ترامپ بخواد حمله بکنه پدر همه ملت ایران در میاره، چنان که در سوریه در اومد، چنان که در عراق در اومد، چنان که در افغانستان در اومد.